های سایتی من بوده ولی الحمدلله رد شد. اما این ممنوع کاری حالا واژه غلطه ولی به هر حال هست، غلط بزرگی است که داره جامعه رو گرفتار میکنه. آقایون باید یکم مذاقشون رو صدرشون رو وسیع‌تر کنن، یکم تحمل داشته باشن و بذارن که هر کسی کاری میکنه و بیشتر از گریم خودشون هم پاشو درستن نکنن، خارج از مرزهای ایران رو بگذارن برای حکومت‌های کشورهای خودشون. بله خیلی متشکرم، به اندازه کافی و وافی در ارتباط با این موضوع صحبت کردین، اگرچه خیلی جا داره بخش بخشش در ارتباط با ترانه موسیقی، احکام قرآنی، احکام الهی، احکام دینی در ارتباط با اینها هر کدومش میشه جدا جدا صحبت کرد. آقای دکتر خف علی گرامی، پیش از این که ازتون سوال بکنم چرا شما در انتخابات مشارکت نفرمودید، سوال من در ارتباط با خلیج تا ابد فارسه. این موضوع خلیج فارس ما چیه واقعا؟ اینی که مردم میگن خزر رو جمهوری اسلامی بخشایش رو واگذار کرده، آیا مردم ایران ببخشید خیلی پوزش میخوام از همه مردن که اونجا در اختیار کسی باشه چیزی رو بخواد بذل و بخشش بکنه؟ عرض کنم که من معتقد نیستم که نه تنها جمهوری اسلامی، هیچ حکومتی در ایران نمیتواند نه جرأت دارد که یک وجب از خاک یا آب این کشور رو واگذار کنه. اما معتقد هستم که سیاست های غلط ما باعث میشه که مثلا ما در خزر هم اتفاق افتاد بدون اینکه امضایی بدهیم، ولی واقعا از حقوق خودمون محروم شدیم و سهم ایران به 13% کاهش پیدا کرد بدون یک پروتکل، بدون یک توافقنامه، بدون اینکه چیزی نوشته شود. یعنی در واقع ما را اونجا به بازی نگرفتند که حتی از ما بخواهند موافقت نامه امضا بشود، کار خودشون رو کردن. اینها درد واقعا حالا در خلیج هم همین قطعا بدونید که هیچ کسی همچین توافقی و هیچ امضایی و یک وجب از خاک یا آب میهن اون رو کسی نمیتواند بدهد. اما در عمل ما در شرایط نپرسید که چه کنیم، اونها خودشون نشستن و رژیم حقوقی خزر رو بین خودشون تقسیم کردن و از ما سوال نفرمودن که ما جواب بدیم. بعد عرضم حضورتون پیش از این هم چنین اتفاقی در تاریخ معاصر ما رخ داده بود، موضوع بحرین و بخشش شاه به دلیل فشار و به دلیل اینکه خب شاه رو امریکا آورده بود و انگلیس ازش حمایت میکرد، باید ایشون این کار رو میکرد و ما هر روزی که قدرتمند بشیم، من معتقد هستم که طبق قانون بین المللی و طبق خرد ملی ما باید همه بخشایی که از میهن ما به هر دلیلی جدا شده رو به مام میهن برگردونیم. از این بابت من سوالم در ارتباط با این کرکریایی است که عربا میخونن برای ماها، واقعا شرم‌آور نیست برای یه همچین ملتی؟ ببینید ما در یک فرصت طلایی قرار گرفتیم، فرصتی که اوباما با شعار چنج اومد روی کار. ما اگر عاقل بودیم و سیاستمداران عاقلی سر کار بودند، از این فرصت به نفع خودمون به گونه استفاده میکردیم که انگار ما برنده انتخابات آمریکا هستیم. ما هم به استقبال شعار تغییر میرفتیم و این ارتباط رو برقرار میکردیم. اون موقع میدیدید که عرب ها به صف میایستادن که بیاید با ما ارتباط برقرار کنند. اما الان اون فرصت طلایی رو داریم از دست میدیم. چرا؟ نمیدونم چرا ما حتما نیاز داریم که یک دشمن فرضی داشته باشیم، چه آمریکا چه اسرائیل. ما نیاز داریم برای ماندن ما یک دشمن فرضی داشته باشیم، برای اینکه در داخل کسی صدایش رو بلند نکند. مشکل ما اینه، وگرنه میتوانستیم از این فرصت چنج استفاده کنیم با افتخار، با عظمت، با شعار محکم و حتی اینگونه در برای مسئله داخلی وانمود کنیم که ما برنده انتخابات آمریکا شدیم، یعنی تغییر برنده شد و تموم بود قضیه. اما فکر میکنم اگه این اتفاق میافتاد برای بعضی ها بد نشد که نیاز به وجود یک دشمن خارجی دارن برای بقا و حیاتشون. بله به اندازه کافی موضوعی که شما پاسخ میفرمایید توجیه میشه آدم باهاش، میشه که انسان درک بکنه در داخل ایران بودن شهامت و شجاعت اخلاقی و دینی میخواد، ارزش میخواد. آدم هایی که هویت دارن و به ارزش هاشون پابند هستن، اون چیزی که درست هست رو و به سود مردم میهنشون هست رو میگن. آقای دکتر خزعلی گرامی،
پاسخ منو در ارتباطی که اگر ما بتونیم در مجامع بین‌المللی بخشی از خاک میهنمون رو مثل بحرین و مثل جاهای دیگر رو به میهنمون، به مام میهن برگردونیم، من این پاسخ رو از شما نگرفتم. آیا چنین راهی داره؟ آیا عقلانی است؟ ببینید، دنیای امروز این رو از ما نمیپذیره که ما وارد بحث‌هایی بشیم که فعلا ما بحث روزمون مونده، ما بحث خزرمون رو بدون که از ما سوال کنن مونده. ما بیام برگردیم به ترکمنچای و گلستان و نمیدونم بحرین و اینها، زمان این بحث ها الان نیستش. ما الان بایستی فعلا کلاه خودمون رو صرف بچسبیم. مشکل ما الان نگه داشتن همین کلاهیست که ما رو از باد و باران و آفتاب در امان نگه داریم. اینو باید نگه داریم فعلا. بله، بحث های تاریخی رو داریم، ما با کشورهای شمالیمون هم بحث داریم، فقط اونجا نیستش. الان آقایون بحرین تو بحث نیست، بحث جزایر است و این جزایر سگانه رو دارن مطرح میکنن، یعنی اونی که حق مسلح ماست رو یک کشور ضعیفی که سابقه تاریخیش به یک نسل هم نمیرسه، اون مدعی ماست. متاسفم. وقتی ضعیف شدید ببخشید، کشورهایی که بایستی میامدن بر آستان این تمدن بزرگ سر میساییدن الان مدعی ما هستن. باید اینو حل کنیم. متاسفانه متاسفانه در فرهنگ ملی ما هر مصرعی پاسخ دلپذیری است که تجربه تاریخ بشریت. آب که سربارا میده، قورباغه هم ابو عطا میکنه. در شرایط کنونی که رئیس جمهورمون آقای احمدی نژاد، در شرایط کنونی که چیزی که حکومت نمیکنه به میهن ما عقله، اگر چه مدیریت نسبی وجود داره، و باید هم منتظر چنین اوضاع و احوالی بود. آقای دکتر خزر، شما در انتخابات مشارکت میکنیم به عنوان کاندیدای جمهوری؟ عرض کنم که من انشالله فردا ثبت نام میکنم و بعد از ثبت نام انشالله میرم برای بیستهران و اون میثاق با شهدای خیبر برای مبارزه با مفاسد اقتصادی. بله، که من فکر میکنم مهمترین قصه ای که انقلاب ما رو به شکست میکشاند و نابود میکنه همین مفاسد است. اگر با مفاسد بتونیم مبارزه کنیم و یک راهکار خوب هم همون فرمان 8 ماده ای که متاسفانه 8 سال گذشته و با آن عمل نشده، ما فردا انشاءالله بر مزار شهدای خیبر مجلسی داریم و در اونجا با تمام همرزمها پیمان می سپاریم که با مفاسد اقتصادی و همه مفاسد که می روند که نظام رو و کشور رو به مخاطره جدی بیاندازه مبارزه کنیم. آقای دکتر قزلی، من می کنم به دنبال اون طرح دولت مطهرشان. بله، از آن بزرگت اون 8 ماده رو میشه محبت کنیم برای هموطنان ما برمش کنید؟ از خواهم خدمت شد که این 8 ماده مفصله، ولی چیزهایی هست که من اون 8 ماده که فرمان 8 ماده که اومده بود، من میبینم که مفصلش در این کنوانسیونی که برای مبارزه مفاسد اقتصادی تصویب شده آبان ماه امسال، ایران همو به امضا کرده. میدونید کنوانسیون بین المللی هر کشوری برسه جز قوانین لازم و ضروری اون کشور، یعنی جز قوانین ماست. من میبینم مفصل این 8 ماده در اون کنوانسیون جهانی هست، هم اون پیوستیم. در اونجا میگه دسترسی باید داشته باشه، اول مسائل اقتصادی شفاف باشه و همه به اون دسترسی داشته باشن، به خصوص اموال دولتی که الان خب شفافیت رو نمیبینیم. حتی وقتی سوال میشه 1 میلیارد دلار پول نفتی شد، کسی هنوز جواب نداده. همه مردم بتوانند اگر به مفاسدی دسترسی پیدا کردن بیان کنند و منتشر کنند و موظف باشند دولت ها و حکومت ها از اینها حمایت کنند، حتی با گماشتن محافظینی که مفسدین اقتصادی اینها رو ترور نکنند. ما ببینیم که در فرمان 8 ماده این هست که میگن وقتی که این حرکت شروع بشه، فریادها و داد و بیدادها شروع میشه و اینها کسانی هستند که زیان میکنند. که این شروع هم شد، ببینید در مفاسد اقتصادی میبینیم که تحقیق و تفحص مجلس خبرگان که پیش میره، یه عده‌ای دستگیر میشن و مسکوت میمونه. اصل کمیسیون اصل 90 که گزارش میده مسکوت میشه. بازرسی کل کشور دوره آقای محقق داماد و دوره آقای رئیسی گزارش میدن، مسکوت میمونه. تا اینکه تحقیق و تفحص مجلس توسط آقای عباس پالیزدار گزارش میاد که ایشون هم که زندانه.
یعنی پنج مرحله رو من دارم میگم گزارش همین پرونده ها هست و در دستگاه قضایی پرونده ها بررسی شده. بعضی ها به دلیل در واقع زمان در واقع گذشته، مرور زمان اینها کنار گذاشته مختومه شده.